به نام خدا و سلام خدمت شما عزیزان همراه، محمد مهدی علیزاده هستم و در خدمت شما با ادامه آموزش های برنامه نویسی اندروید مباحث تکمیلی. و توی این ویدیو و ویدیوی بعدی قرار هست صحبت بکنیم در مورد انجام یه پروژه. یه پروژه با همدیگه آماده میکنیم برای اینکه بتونیم یه دونه اینترو اسلایدر بسازیم. توی این پروژه هدف ما تولید یه اسلایدر زیبا هست که در معرفی برنامه به کاربر نشون داده میشه. برنامه های زیادی هستند که اینترو اسلایدر رو دارند. حالا من نام نمیبرم ولی حتما دیدید. مثلا اولین باری که برنامه رو اجرا میکنید در چند صفحه کوتاه مثلا بهتون آموزش میده که شما چه چیزهایی تو این برنامه خواهید دید. یا ویژگی های کلیدی برنامه رو میگه. یا توضیحاتی در مورد کمپانی خودشون میدن، شرکتی که تولید کرده، تولید کننده، یا آپدیتی که ارائه شده در ورژن جدید و اون توضیحات رو میدن تا کسی که آپدیت رو نصب کرده بتونه بفهمه که چه تغییراتی کرد برنامه. خلاصه کاربردش این هست که یک معرفی از برنامه در اولین باری که اجرا میشه برنامه، یا بهتر بگم تا زمانی که این اسلایدر رو ببینه کاربر. بعضی وقتا توی یک برنامه به این صورت برنامه ریزی میشه و الان با همدیگه صحبت میکنیم که در اولین اجرای برنامه این اسلایدر نمایش داده میشه و تمام. حالا ممکنه کاربر همشو ببینه، ممکنه دو صفحهشو ببینه، ممکنه فقط یه بار برنامه رو اجرا کنه بیاد بیرون دوباره اجرا کنه، دیگه در این صورت نخواهد دید. و یا اینکه به این صورت برنامه ریزی میشه که کاربر یک بار این اسلایدر رو ببینه، یعنی تا زمانی که به صفحه آخر برسه و اوکی رو بزنه و بره وارد برنامه بشه، این اسلایدر نمایش داده خواهد شد هر بار که بیاد تو برنامه و در دفعات بعدی نمایش داده نمیشه. ما منظورمون این حالت دومه که حالت اول من در حین کار میگم که خب این اتکود اگه بذاریم فلانجا به حالت اول تبدیل میشه و نکته خاصی هم نداره، شما خودتون هم راحت متوجه میشید. ابزارهایی که تو این پروژه کار میکنیم و تا اینجا یاد گرفتیم، با پرفرنس ها کار میکنیم، لایه بندی رو کار خواهیم کرد، چطوری با لایه ها کار کنیم و تصاویر رو نمایش بدیم و غیره. خلاصه با ریسورس ها کار کنیم که تا اینجا بلد بودیم. ولی یه ابزار جدید رو به جای اینکه بهتون جدا درس بدم و خب شاید جذابیت آنچنانی نداشته باشه، اینجا بهش میپردازیم و اینجا معرفیش میکنیم که شما یه کاربرد ازش ببینید در لحظه، چون خودش به تنهایی نکته خاصی نخواهد داشت. اون هم ویو پیجر هست. اینکه شما اسلاید بندی بکنید، چند صفحه رو در یه دونه اکتیویتی پیاده سازی بکنید یا توی یه فرگمنت پیاده سازی بکنید که البته احتمالاً الان خب فرگمنت ها رو نمیدونید ولی جلوتر خواهیم گفت. خلاصش اینه که شما مجبور نشید برای هر کدومش یا دستور بنویسید که فلان تصویر رو جایگزین کن، یعنی یه ایمیج ویو داشته باشید، کادر ثابت، وقتی میزنه صفحه بعدی برید این عکس رو جابجا بکنید. هم تمام تصاویر رو میتونید پشت سر هم یک روال سیکوینس وار دنبال وار داشته باشید و همین که بتونید قابلیت اسلاید از یک صفحه به صفحه بعدی رو اسلاید بکنید، هم با کلیدها جابجاش بکنید، هم بتونید انیمیشن های خاصی بهش بدید و غیره که من حالا زیاد وارد جزئیاتش نمیشم. جزئیاتش با خلاقیت شما و با هر آنچه که دوست دارید میتونید پیاده سازی بکنید. اما اون چیزی که با همدیگه قرار هست بسازیم اسلایدر، حالا سمپلمون، من بازش میکنم، این اسلایدری هست که با همدیگه داشته باشیم. خب این یک تصویر گیف هست که الان من چرا پلی نمیکنه؟ فکر کنم اینجوری ردش کنم هم کافی باشه. اینجوری ردش کنم هم فکر کنم تصویر رو ببینید. ببینید اینجوری رد کنیم، بریم صفحه آخر یا برگردیم و غیره. حالا عملیات پلی کردنش رو دستی براتون انجام دادم. ببینید مثلا میایم تو صفحه بعدی و غیره یا روی دکمه ها کلیک میکنیم. به چند تا نکته همین الان توی این تصویر دقت کنید. یک، که ما این کارها رو با همدیگه انجام میدیم، شما ببینید چطوری همچین اسلایدری آماده میشه. نکته اول این هست که شما اسلاید بندی رو دارید انجام میدید. ببینید همگی قالب یکسان دارن و دارن اسلایدها حرکت میکنن با سوایپ کردن به سمت چپ یا به سمت راست. بعد از اون این داتای پایین رو میبینید، نقطه ها رو باید پیاده سازی بکنیم و حواسمون باشه که اینها با جابجایی بین صفحات داره وضعیتشون عوض میشه. ببینید نشون میده تو صفحه دوم هستی. نکته بعدی این دوتا متنی که اینجا میبینید اسکیپ و نکست هست.
کاربرد اسکیپ چیه؟ کاربرد اسکیپ اینه که میگی نمیخوام ببینم کلا. اگه اینو بزنه فرض میکنیم که دیده برای ما. و دیگه اینکه در صفحه آخر ببینید این صفحه سوم مثلا در صفحه آخر یک دکمه دیگه وجود نداره و دکمه دیگر جایگزینش شد گاتیت مثلا. فهمیدم تموم، اوکیه، هر چی که دوست دارید بنویسید. و نکات ریز رو هم اگر بخواید دقت بکنید، یکی این خطی هست که اینجا گذاشته شده که حالا این بر ما زیاد مهم نیست و من فکر می‌کنم حتی اگه نبود فکر کنم بهتر باشه، یه خطی وسط این رنگ‌ها دیده شده، نباشه هم کاربرد خودش رو داره، من فکر می‌کنم نباشه یا تو فرق نمی‌کنه. و یکی هم این بالا نوار رو اگر دقت بکنید کاملاً هم رنگ این صفحه ما میشه، که این رو هم ما تلاش میکنیم پیاده سازی بکنیم. البته این بالای نوار رو که میبینید کاملا هم رنگ میشه و البته اینجا نوار اکشن بار نداره، دو تا بحث جداست. یکی حذف کردن اکشن بار است که به تم مربوط میشه، ما حذفش میکنیم. دوم این رنگ بالا یعنی رنگ نوتیفیکیشن بار یا استاتوس بار هر چی میخوایم بهش بگیم، رنگ اون رو فکر میکنم از ورژن اندروید لالیپاپ یعنی اندروید 5 به بالا شما میتونید ادیت بکنید، عوض بکنید. پس ما با این نکته هم آشنا خواهیم شد تو این پروژه که چطور یک کد رو برای ورژن‌های خاصی از برنامه‌های اندروید پیاده سازی بکنیم و اجرا بکنیم، که این هم به نظر من خوب و مفید خواهد بود براتون، چون ما طیف وسیعی از دیوایس‌های اندرویدی با ورژن‌های مختلف رو الان داریم براشون برنامه پیشنهاد میدیم و پروژه هم که ایجاد کردیم معمولاً از اندروید 4 به بالا. خب اندروید 4 به بالا در این لحظه ای که من الان دارم براتون توضیح میدم ورژن اندروید L یا لالیپاپ، اندروید M یا مارشمالو هم اومده، اندروید N هم اومده یا همون نوغا، که 5 و 6 و 7 ورژنش وجود داره و من میخوام یک کدی رو فقط برای اندروید 5 به بالا اجرا کنم، فقط یه تابه، که اینو با هم دیگه ببینیم در زمان اجرا تصمیم میگیره اجرا کنه یا اجرا نکنه. خوشبختانه مولاتورمون هم ورژن 5 به بالا هست که اون ویژگی رو با هم تست کنیم و ببینیم. خب شروع میکنم کارمون. ما الان توی این چیزی که اینجا داریم، تصویری که داریم، اگه دقت بکنید ما هر صفحه ای از اسلایدمون شامل یک تصویر کوتاه یا گیف بود که الان بسته شد و یه تایتل و یک توضیحاتی، که من این صفحه ساده رو با هم دیگه پیاده سازی میکنیم و یاد میگیریم. این صفحه رو من حالا باز میکنم، باشه، و تصاویری هم که میخوام 4 تا تصویر دیگه، همین تصاویر رو من کپی میکنم توی ریسورس هم، لازم نیست توی فایل ها کپی بشه، فایل مثلا از روی فایل بخونیم لازم نیست از روی اینترنتی لود بشه، نه این 4 تا عکسه که اینترا اسلایدر من قرار نمایش بده و معمولا فقط یک بار قرار نمایش داده بشه. خب من اینها رو کامل کپی میکنم و میام توی پروژه خالی که ساختیم. الان پروژه فقط یه اکتیویتی مین داره و هیچ چی دیگه نداره. توی درابل ها پیست میکنیم که من 4 تا عکس رو خواهم داشت. اون 4-5 تا فولدر به خاطر سایزهای مختلف تصویر هست، چیز خاصی نیست. اصخایی میکنم فکر کنم این تو کپی کردم، چون خود اسم پوشه هاش درابل بود. من این پوشه رو باز میکنم، ببینید اینا باید کنار این باشن، کنار همین درایبل ها، و حالا بهش میگم که سینکش کنه و اومد. خب ما الان چند تا آیکون یا تصویر اینجا گذاشتیم و با همدیگه میریم سراغ طراحی این اسلایدر. نکته اولی که من یک اکتیویتی میخوام برای نمایش این اسلایدر. من این اسلایدر هم نمیخوام بذارم تو مین اکتیویتی. مین اکتیویتی نقطه ورود برنامه من هست. زمانی که در اولین اجرا برنامه من میاد بالا و کاربر اجراش میکنه، میخوام هدایتش بکنم به صفحه مربوط به نمایش اسلایدر. در غیر این صورت اون صفحه دیگه هیچ وقت دیگه صدا زده نمیشه. پس من اینو جدا میذارم. و از همه مهمتر که اینجوری خب جداست، شما میتونید در پروژه های مختلف ازش استفاده بکنید، چند تا فایل فقط باید کپی بکنید. خب من حالا اسمشو میذارم intro slider activity، یا بذارید اصلا خیلی راحت دیگه کلیک راست new activity، یه دونه empty activity، activity خالی با عنوان intro
slider activity ایجاد کنیم. خب این اینتو slider activity میشه صفحه‌ای که من قرار هست slider‌ام اینجا اجرا بشه و الان هم کاملا خالیه. حالا میام به ازای هر کدوم از اسلاید هامون یه دونه فایل لی‌آوت میسازیم، یا میتونیم یه دونه لی‌آوت بسازیم در هر اسلایدمون مقادیرشو پر بکنیم، هر دوتاشو میگم. الان فرض بکنید خیلی راحت و ساده است. برای راحتی پس من میام 4 تا لی‌آوت جدا میسازم و هر کدومو لود خواهم کرد، اما بعد در انتهای آموزش تبدیل میکنم به یه دونه لی‌آوت کلی و میریم جلو. و خواهشی که ازتون دارم اینه که بعد از اینکه فرگمنت ها رو دیدیم بیاید وارد فرگمنت ها هم بشید و همین رو با فرگمنت پیاده سازی بکنید. هر صفحه بتونه قالبش متفاوت باشه و دیگه با لی‌آوت هم کار نکنید، هرچند فرقی نمی‌کنه. در اون حالت هم باز فرگمنت نیاز به یک لی‌آوت خواهد داشت، ولی یه نگاهی باز بهش بندازید ویو پیجر که با فرگمنت کار کنه. خب اسم این فایل رو من میذارم slide 1 یا intro underline slide 1 که مشخص باشه مال همینه. اینجا رو هم میذارم relative layout و تمام. خب اولین قسمتی که من براش در نظر میگیرم، ببینید هر اسلاید من دارای یک تصویر هست، یک تایتل و یک حالا اسمشو میذارم description، یه توضیحاتی. خب تصویر من از جنس ایمیج ویو هست یا اپ کامپت ایمیج ویو فرق نمی کنه. سایزشو من الان میذارم 128x128 dp. حالا اینو درستش میکنیم سایز بندیشو، فقط ببینید که سورسش رو اینجا باید از اتریبیوت سورس کامپت استفاده کنید. سورسش رو میذارم ic_ یکی از تصاویرم که توی درابل هست. خب مثلا دیسکاونت که ببینید این تصویر الان اینجاست. خب و من اینو میام میذارمش وسط، میگم center in parent، ترو میذارم که بیاد وسط. ببینید اومد این وسط. حالا اینکه کدوم وسط باشه رو با هم تصمیم بگیریم. یه تکست ویوی که اینم میتونم بذارم اپ کامپت تکست ویو، فرقی نمیکنه، ولی خب همشون از کتابخونه ساپورت. و اولی بشه رپ کانتنت، فعلا دوتاش رپ کانتنت. به این یه آیدی بدم، آیدی که البته الان آیدی هم نمیخوام، تکستش رو بهش بدم. حالا من توی این تصویرم نگاه کنم، مثلا همین اولی hello food این میشه تکستش. تکست استایل رو من میذارم بولد، تکست سایز رو میذارم 18 sp، تکست کالر رو میذارم @AndroidColorWhite. معنی این یعنی کلن سفید دیگه، میتونستید اینجوری بذارید FFF 6F، این هم یعنی وایت. خب اونجوری گذاشتم که از ثابتای خود اندروید استفاده کنم. اما این الان باید بیاد وسط، من اینم میذارم وسط ولی اون یکی رو جا به جا میکنم. اینو میذارم وسط، این یکی رو یکم جا به جا میکنم. یا بذاریم برای راحتی اینو کلن برداریم، بگیم این وسط من یه دونه لینیر لی‌آوت میخوام، عرض و ارتفاعش هر دو رپ کانتنت، جهتگیریش عمودی یعنی این چینش رو به پایین باشه و اینا رو میذارم توی این. خب وقتی میذارم این داخل دیگه این سنتر این پرنت لازم نیست چون توی این لینیر لی‌آوتن و همینطور یکی. تصویر رو میذارم بالا، پس اول عکس رو گذاشتم. بذارید این بکگراند رو یه رنگ بهش بدیم، این ریلیتیو لی‌آوت رو کلن بهش یه دونه رنگ، حالا من بکگراند یا یکم دستکاریش کنیم، الان شد یه همچین رنگ، یکم دستکاریش کنیم شبیه به اون در بیاد. خب
که ببینید دقیقا کجاست. من این تم رو هم میخوام بذارم نو اکشن بار که بیام بهش بگم اپ کامپت نو اکشن بار. بازم لودش نکرد. تو این نمایش اینجا تغییر نمی کن. شاید نو اکشن بار رو اینجا گذاشتیم. اینجورش کردیم که ببینید دقیقا کجاست. خب این فقط الان در نمایش این قسمت پریویو ما اینطوری نمایش میده. توی برنامه اکشن بار هست ولی باید حذفش کنیم. من فقط میخوام ببینم چه شکلی میشه. این دوتا جاشون مناسب نیست. واسه همین میام به این لینیر لیاوت هم بهش میگم که باید بری سنتر این پند. یعنی وسط وسط. این هست. حالا که اینجوری شد من به این تایتل یه دونه مارجین از بالا میدم. 20 دی پی فاصله بگیر از بالا. تکستشو داریم. متنش. استایلش حالا اینجا میشه 24 فعلا. خب. اما به این من میگم که layout gravity center horizontal که بیاد وسط. به اینم همینطور. center horizontal. از نظر چپ و راست دوتاشون وسط باشه. حداقل فعلا همین خوبه. و یه دونه text view دیگه هم میذارم. wrap content. این هم layout gravityش میشه center horizontal. تکستش رو از روی این تصویر من لود کنم. The easiest way to order food from your favorite restaurant. The easiest way to order food from your favorite restaurant. خب اینجا دیگه گفتم کاملا شبیه میشه. این هم میبینید که من لازم دارم دوباره سایزش رو بهش بدم. تکستش یک سایزی داشته باشه مثلا 14 اسپی. حالا این سایز ها رو باش بازی میکنیم. کالرش حتما اندروید کالر وایت یا میتونه یکم رنگ یه مقدار ضعیفتری داشته باشه که باز این رو هم ادیت خواهیم کرد. و بعد میایم سراغ این که سایزش 14 کمه 18 میکنم. و ببینید که وقتی دو خط میشه اینجوری میشه. من میخوام اینم بیاد وسط. کلن نوشته هم بیاد وسط. واسه همین میام میگم که gravity center اینجوری. کلن اومد این وسط قرار گرفت. فعلا به این صورت. اما دقت کنید ببینید من اینجا یکی تایتل، یکی این دسکریپشن مربوط به اسلاید و دیگه چی؟ این تصویر. حالا تصویر که خودش جاش مشخصه تو دراول ریسورس هامه. و این رنگی که برای بک‌گراند اسلاید اولم دارم، بعد اسلاید دوم، سوم و چهارمم، اینها رو میخوام توی یکی از ریسورس هام بذارم که اونجا ازشون استفاده کنم. ریسورس ها رو که هم که میدونید چجوری باش کار میکنیم. توی values یه ریسورس مال string دارم، یه دونه هم colors برای رنگ ها اگه بخوام بذارم. dimension ها هم میتونم بذارم. اصلا کلن با ریسورس ها کار کنیم. تمرینی باشه. خب من میخوام که الان بیام توی strings. میگم یه دونه string دارم، اسمشو میذارم slide 1 title. تایتلش چی بود؟ hello food. درسته؟ و یه دونه هم slide 1 description. descriptionشو اینجا تایپ کردم، کلن برش میدارم، کپی میکنم، میام توی string ها، پیست میکنم، تمام. یه تیش فقط بود. این از این. دوباره همینو برای اسلاید دو تایتل و اسلاید سه تایتل یا اسلاید دو دسکریپشن بذاریم، هر کدوم جفت جفت کنار هم دیگه. یه استرینگ دارم اسمش هست اسلاید سه تایتل. یه استرینگ دیگه دارم اسمش هست اسلاید set description. یه string دیگه دارم اسلاید 4 title و اسلاید 4 description. خب این 4 تا مورد رو با هم دیگه داریم. اسلاید 2 تایتلش چیه؟ بیام ببینیم. movie tickets.
فرض کنید یه اپلیکیشن خدماتی هست که توش غذا دارن، بلیت میفروشن و غیره. خب book movie tickets for your family and friends، مثلا for your family and friends. اسلاید شماره 3، great discounts، مثلا تخفیف هایی رو هم داره. Best discounts on every single service we offer. Single service we offer. World travel. یعنیمت تعجب داشت. World travel. I book tickets for any transportation and travel the world. Any transportation and travel the world. این چند تا. پس من زمانی که میخوام از این استفاده کنم توی تکست این قسمت میگم at string، یعنی توی string ها slide 1 title رو بذار که همون میشه دوباره، و همینطور اینجا at string slash slide 1 description رو بذار و تمام. این سایز ها رو میخوام باشون بازی کنم، واسه همین میام توی dimensions میگم یه dimension دارم، یعنی یه اندازه. خب اسمشو میذارم چی؟ اسمشو میذارم slide title text size، میذارم 24 sp. یه دونه دیمن دیگه slide description text size، که این سایز باید برای همه یکی باشه دیگه، برای نظم بیشتر، که این دوتا رو دوباره میام اینجا توی همین slide یکم. اینجا که گفتم 24 sp، میگم at dimen slide title text size و slide description text size، سایز این دوتا همین باشه. اینجا هم یه دونه مارجین بهش میدم. سایز این عکس هم توی همین دیمنشن ها میذارم dimen slide icon یا image size، که من میذارم wh برای اینکه width و heightش هر دوتا همین باشه، و 128 dp رو بهش میدم. پس این سایز 128 هم اینجا میذارم at dimen slash slide icon و دوباره همین، که اگه خواستم یه وقت تصویر رو بزرگ و کوچیک کنم فقط میام این عدد رو اینجا عوض میکنم، یا حتی فاصله بین این آیتم ها دیگه کلن با ریسورس ها کار میکنیم. اینجا 20 dp که مارجین بوده، slide title مارجین تاپ از بالا 20 dp، و همینطور برای این قسمت description که من میذارمش اینجا slide title مارجین تاپ و slide description مارجین تاپ. خب اما این رنگه، بیام توی colors، میگیم یه دونه color دارم، اسمشو میذارم slide 1 color، که این اسلاید یک یا background color bg، و از روی این 4 تا کپی میخوام، که من البته این بینشون اینتر رو یادم رفت بذارم، اسلاید 2, 3 و 4. 4 تا رنگ میخواد، درسته؟ 4 تا رنگش رو حالا بعد با هم دیگه میتونیم ببینیم کنارم چطوری بهتر میشه، ولی به همین دلیل اینجا میذاریم که همین یه دونه فایل رو ادیت کنیم. این یه دونه رنگ، رنگ دوم رو مثلا حالا از این تبعیت کنیم، رنگ دوم آبیه، نه دومی همچین رنگی داره که من نزدیک به اون رو حالا میذارم، نمیخواد همون باشه، ترکیبش رو بعد میبینیم. یه دونه رنگ علکی میزنم و بعد رنگ آبی مثلا اینجوری، و بعدی بنفش FF2088. نه بنفش نشد، یکم باز. اینم 4 تا رنگ. الان که من دارم بک‌گراند رو میذارم برای اسلاید 1، میگم at color slash slide 1 background color، که بشه این رنگی. حالا بقیه یه رنگ ها رو هم با هم دیگه ست خواهیم کرد. پس الان این شد اون چیزی که فعلا دارم، با ریسورس ها هم گذاشتم این چه اسلاید 1. همینو چند تا اسلاید باید بذاریم دیگه؟
متن رو هم اگه دقت کنید شاید بهتر باشه یکم از چپ و راست فاصله شو دقیقاً معین کنیم. الان بعد این متن عوض بشه یه تفاوتایی خواهد داشت. به همین دلیل من روی طولانی و کوتاه بودن متن یکم حساسیتش رو کمتر کنیم، بیایم توی دیمنشن ها. میگم که به یه مقداری میخوام فاصله بگیره از سمت چپ و راست، واسه همین میگم slide description padding بهش میدم. خب پدینگ R و L از چپ و راست به اندازه فرض کنیم 40 تا 35 تا 40 dp. این 40 dp رو کجا استفاده میکنم؟ توی تکست سومیمون، و اینجا بهش میدم که پدینگ از سمت راست slide description padding R و L، و همینطور پدینگ از سمت چپ هر دوتاشو بهش میدیم. ببینید یکم فاصلهش بیشتر شد، میتونه 50 بشه. حالا فعلا اگه دیدیم خوب نیست اونو جابجا خواهیم کرد، چون متنای دیگر رو هنوز ندید. حالا میخوام از این استفاده کنم 4 تا بسازم. یه دونه کپی توی لی‌آوت، پیست سلاید 2، دوباره پیست سلاید 3، و دوباره پیست سلاید 4. پس اسلاید 1 2 3 4. توی اسلاید 2 میرم. خب اینجا اسلاید 2 بک‌گراند کالر، تکستی که برای تایتل هست اسلاید 2، تصویری که میخواست آیکون فکر میکنم مووی بود، چون متنش چیه؟ متنش مووی تیکتسه. خب اسلاید 2، بقیهش همینه. آها جز این تکست، این هم اسلاید 2. پس 4 تا مورد: عکس، رنگ، تایتل و دسکریپشن. حالا میام تو اسلاید 3. اینجا میگیم میشه رنگش اسلاید 3، تصویرش آیکون مربوط به فکر کنم دیسکاونت، متنش اسلاید 3، تصویر هم اسلاید، دسکریپشن هم اسلاید 3، و اسلاید 4 این میشه اسلاید 4، آیکون ترافل، اینجا اسلاید 4 تایتل، و تکست بعدیمونم اسلاید 4 دسکریپشن. الان من اینو دارم. اسلاید 1مونم آیکونش رو همینجوری انتخاب کرده بودیم، آیکون فود باید باشه. الان تصویر به این صورته برای اولی، برای سومی میشه یه همچین چیزی، برای چهارمی هم یه همچین چیزی. این اکشن بار هم کلن برای همه برداشته خواهد شد، یعنی در زمان اجرا توی اکتیویتی این اکشن بار کلن حذفش خواهیم کرد. خب بریم توی اکتیویتیمون. ببینید اسلاید ها رو پس من برداشتم، این سه تا ریسورس باشه که در طول کارم ریسورس ها رو بهش بدم. اما توی پروژکت ریسورس، لی آوت، اکتیویتی اینترو اسلایدر، میخوام بگم این چه ظاهری قراره داشته باشه. برای اینکه این بهتر دیده بشه هم اینجا میگم که نو اکشن بار هست. البته اینجا اپ کامپت نو اکشن بار، البته باید فول اسکرینش میکردم، باید فول اسکرین رو انتخاب میکردم. در بین همه سرچ کنم نو اکشن بار، مثلا همین خوبه. هر آنچه داشت رو کلن دیگه نمایش نمیده. و من اینجا بذارم اپ کامپت پیش فرض توی اجرا برش داریم. خب این یک چی هست؟ ریلیتیو لیاوت. یه دونه لیاوت ریلیتیو. من پدینگ ها رو ازش حذف کنم. پدینگ رو بذارم اصلا فعلا نباشه. اگه لازم شد درستش کنیم. خب بگیم که تو این صفحه من چی میخوام داشته باشم؟ اول از همه این که من قرار هست این خاصیت اسلاید بودن یا صفحه بندی رو براش پیاده سازی بکنم. به همین دلیل دنبال ویو پیجر هستم که میتونم از سمت چپ پیداش کنم یا تایپ کنم ویو پیجر، شاید راحت تر باشه. بذاریم اینجا یه دونه تگ ویو پیجر، این ویو پیجر ماست.
ویو پیجری که عرضش میخوام کل سفر رو بپوشونه، یعنی محتوای اصلی من تو هر اسلاید همینه، مچ پرنت حتی ارتفاعش. و از اونجایی که خب من با این قرار برنامه بنویسم و کار دارم، ویو پیجر اینجوری میذارمش. اینم یه دونه تگش رو میبندیم. این یکی. بعد از اون ببینید این تصویر رو، ما اینجا این ویو پیجر مونه. ما نیازمند چی هستیم؟ دو تا دکمه در سمت چپ و راست، یک خط و فضایی که این اسلاید ها رو نشون بده. این اسلاید ها رو نمیتونم خودم بذارم الان. چرا؟ چون اینا در برنامه به درد من میخورن. یعنی این اسلاید ها بستگی به این دارن که من چند صفحه اسلاید داشته باشم. این نقطه ها، دات ها. اگه من 5 تا داشته باشم باید 5 تا تولید بشه. اگه 4 تا دارم باید 4 تا. اگه 2 صفحه دارم باید 2 تا تولید بشه. پس این یک تولید داینامیک میکنیم براش. در نتیجه من فقط فضای اینو قرار میدم. فرض میکنم اینجا یه دونه لی آوت هست. میذارمش پایین صفحه این وسط. یعنی بهش میگم که یه دونه لینیر لی آوت. چرا لینیر لی آوت؟ چون این دات ها کنار هم خطی مرتب یه چینشی رو داره. رپ کانتنت. ولی جهتش چیه؟ اورینتیشنش میشه هوریزونتال. چرا؟ چون این نقاط رو میخوام به صورت افقی کنار هم بذارم. دیگه هر کدوم از کارهایی که انجام میدم از روی تصویر مشخص. آیدی که این میگیره، آیدی رو اول بذارم. آیدیشو میذارم که dot layout. یا چون layout هست اول layout رو بذارم بعد بنویسم dot. layout مربوط به اون نقطه هاست. حالا بذاریمش پایین صفحه. بهش میگم align parent باتن. مقدارشو میذارم ترو که میره پایین پایین و بعد بهش بگم که از نظر چپ و راست بیاد وسط، یا کلن میتونم حتی بهش بگم گراویتیشو میذارم سنتر، یا میتونم بگم سنتر هوریزونتال میذارم ترو. که این الان ببینید چیزی نداره خب، ولی محلش اینجاست. این محلش. ارتفاعشو البته میتونم بهش بدم به جای رپ کانتنت، بگم این یه ارتفاعی داره دیگه، مثلا ارتفاعش هست 20 دی پی. یعنی باکسشو ببینید اینجاست. خب ارتفاع هایت اینو من بذارم رپ کانتنت این پایینی 20 دی پی. بذارید این 20 دی پی رو هم توی دیمنز اینجا تعریف کنم. یعنی بهش بگم یه دونه دیمنشن جدید که اسمشو میذارم چی؟ دات هایت، ارتفاعش 20 دی پی. و اینجا که میخوام اینو بذارم میگم دات هایت. حالا اگه خواستم تغییرش بدم همونجا تغییرش میدم، یه ارتفاعی داشته باشه. خب تا اینجا. زیر این لی‌آوت دیگه، زیرش ندیگه، بعد از این لی‌آوت چیزی که میخوام تعریف کنم خطی بود که این بالا کشیده شده بود. خط رو خیلی راحت با یه دونه ویو میشه ساخت. میگیم یه دونه ویو دارم در حالت کلی، خب که این ویو من ارزش میشه چقدر؟ همون خط رو شما در نظر بگیرید، ارزش میشه کل صفحه مچ پرنت. ارتفاعش میشه چقدر؟ ارتفاعش هم بستگی به ضخامت خط داره. ارتفاعش رو من میذارم 2 دی پی یا 1 دی پی. گفتم این خط حالا نباشم چیزی نمیشه، میتونید حذفش کنید. و بعد بهش بدیم که یه بک‌گراند که رنگ اون خطمون میشه، که من بهش میگم اندروید 2:color/white. فعلا سفید کامل. خب الان بذارید همینو بذارم رد، اولو رد دارک که شما ببینید. خب الان چون این ارتفاع خاصی نداره، آها این خط اینجاست، خط الان رفته اون بالا، من باید بیارمش کجا؟ دقیقاً بالا سر این نقطه ها. پس واسه همین بهش میگم که layout underline above، یعنی بالای چه چیزی باشه؟ بالای layout dots. میاد این پایین. حالا این ارتفاع کم و زیاد کنیم اون تغییر میکنه. حالا من این ارتفاع مثلا میذارم 40 دی پی، که البته در زمان اجرا بهتر میتونیم تصمیم بگیریم، الان هنوز هیچ نقطه‌ای توش نیومده و غیره. اون برای نقاط باید جا داشته باشیم. خب و اینو نگاه کنید اینجوری شد. بعد از این دو تا دکمه میگم یه دکمه، حالا چه باتن چه اپ کامپت باتن فرقی نمیکنه، این دکمه رو من بهش میگم که رپ کانتنت اندازشه، به اندازه محتواش. و حالا برای اینکه بهتر ببینیم اینا جنسش رو اصلا بذارم باتن ستایل نده بهش، اگه لازم شد عوضش میکنم. محل این یکیشون پایین سمت چپ، یکیشون پایین سمت راست، یعنی یا اینجا یا اینجا، درسته؟ بهشون اولا یه آیدی میدیم. آیدی رو من اول میذارم @+ID و اسم دکمه رو میذارم دکمه next btn next، چون برای صفحه بعده باید بذارمش این پایین. پا
پایین سمت راست. برای این کار میام و بهش میگم که align parent bottom true و همینطور align parent right. میشه پایین سمت راست true میذارم هر دوتاشو میاد این پایین. یه تکستی باید بهش بدم. تکستشو مثلا من الان میذارم next فعلا. اما این تکستا چون ثابتن حالا میشه اینجا تعریف کرد. و اندازش از طرف اون background. من backgroundشو میدم null در واقع at null. که این بکگراندش حذف بشه. این شیوه نال دادن توی XML هست که بکگراند کلن حذف کردم و اون تکست رو هم الان میبینید. میبینید یک کم بزرگتر از این چیزی شده که من برای این داتا ارتفاع در نظر گرفته بودم. واسه همین میام و اصلا این لیات مربوط به نقاط که نمیخواد بچسبه به پایین صفحه، یه مقدار فاصله بگیره. واسه همین بهش میگم که حالا اینجا بنویسمش مارجین از پایین و اون مارجین رو بهش بگم 20 دیپی. یکم اومد بالا. اینم بذارید اصلا به صورت ریسورس اینجا تعریف کنم. دیمن اسمشو میذارم داتس مارجین پایینش. اینو میذارم 20 دیپی. اینو میذارم از 40 کم میکنم که در مجموع بشه 50. یه مقدار فرق کنه. و اینجا که دارم بهش میدم میگم داتس مارجین از پایین. یکم اومد دقیقا بالا سرین. خب این از تکستی که داره برای دکمه نکست. حالا رنگی هم باید بهش بدیم که من حالا تکست کالر رو میگم اندروید کالر وایت، اینم سفید باشه. و یه دکمه دیگه باتن، باز هم رپ کانتنت و رپ کانتنت که ارتفاع این لی آوت هایت، هایتش رو دادم. آره خب الاین پرنت bottom true و این بار align parent left میشه پایین سمت چپ. پایین سمت چپ شد. تکستشو مثلا میتونیم بگیم که previous مثلا، که البته اینجا نوشته بود escape، این دکمه نقشش برگشتن نبود، escape. البته این تکست کالر نیست، تکستشه. تکست کالر یا رنگش اندروید کالر وایت، سفید. و بکگراندش رو حذف کنیم مثل قبلی، نال. بکگراند هم نداشته باشه. این رفرش نمی کنه، فقط بیام اینجا رفرش میشه. آره درست شد. این پریویو در لحظه که دارید کد میزنید یه مقدار طول میکشه رفرش کنه. و دیگه آیدیش، به این آیدی هم من میگم add plus id. دکمه چون اسکیپ هست اسکیپ. خب این تکست ها دیگه باید بعدن مقدار دهی بشن. قبطه تکست این یکی همیشه اسکیپه، ولی این اسکیپ رو هم من میذارم توی ریسورس ها که اگه خواستیم ادیت کنیم. پس این قسمت یکم فاصله داشته باشه بین دوتاشون. اینجا هم برای دکمه ها یه string، یک نام مثلا اسکیپ، یه استرینگ دیگه که مثلا اسمشو میذارم چون ثابته میذارم next و next. دیگه چی داریم؟ دیگه یه استرینگ دیگه داریم با عنوان got it که گرفتم و تمام. یا میتونیم بگید done یا بگید okay. خب سه تا استرینگ، تو نامش رو کوچیک کنم text و got it. برای این اسکیپه میگید که string اسکیپ. برای این یکی تکست هم هیچی نمیدید برای این دکمه، چون در شرایطی میشه خود next و در شرایط دیگه میشه got it. حتی تکستشون میشه گذاشت next پیش فرض، ولی باید داینامیک هندل بشه. خب این اکتیویتی بود که ما براش در نظر گرفتیم. حالا باید بریم کدهای مربوطه رو پیاده سازی کنیم، یه مقدار باش کار کنیم.